سلام مجدد به شما هستیم در بخش روانشناسی با جناب منیر نثار روانشناس. در مورد ترس از قضاوت دیگران، یک موضوع خیلی مهم هست و یک موضوع جالب همچنان. میخوایم بیشتر در این مورد با جناب استاد صحبت داشته باشیم که ترس از قضاوت دیگران چقدر میتونه ما را از همو زندگی اصلی که خود ما دوست داریم، در همو جایگاه باشیم، همو زندگی ما را به دل خود ما، به خواست خود ما بیشتر پیش ببریم، صحبت میداشته باشیم. پس تا پایان بخش ما را همراهی کنین. سلام، صبح بخیر، خوش آمدید. سلام، صبح بخیر. تشکر بسیار زیاد. سلام خدمت شما و همه همکارای بخش تکنیک. آرزو دارم که جور صحت باشین و صبح به خوبی آغاز کرده باشین. ممنون تان استاد، خیلی خرسند هستیم شما رو در کنار خود داریم. بخش روانشناسی یعنی بخش است که بیننده خیلی زیاد داره و همه دوست دارن که بیشتر همو سوالاتی در ذهن دارن، همو پرسشایشان جواب هم دریافت کنن و حل شون. قضاوت دیگران، ما همیشه ترس از قضاوت دیگران داریم که اگر من یک کار انجام بدم در مورد من دیگران چی خواهد گفت، کی چقدر میتونم ما را از زندگی اصلی خود ما باز داره و ما نتونیم با اون گونه که باید زندگی کنیم و همان گونه زندگی کنیم. در ابتدا اگر مقدمی هست شما مشنیم و بعدا میپردازیم بالا این همه که بالاخره چرا ما با دیگران زندگی میکنیم. خب موردی که خیلی مهم است و بسیار در جامعه ما دیده میشه همانا ترس از قضاوت دیگران هست. یعنی ما هم اساس زندگی خود، بنیاد زندگی خود به اساس حرف مردم گذاشتیم و همیست که هیچگاه روزگار خوبی را نداریم، هیچگاه روزگار قشنگ و خوشایند را نداریم متاسفانه. البته قضاوت دیگران در زندگی ما به اساس مسائل بسیار ابتدایی نقش خاص خود داره. یعنی ما بخوایم نخواهیم قضاوت دیگران، حرف دیگران در قبال ما در زندگی ما یک تاثیر بسیار اندک را داره. اما متاسفانه بعضی از افراد این تاثیر بسیار زیاد ساختن، یعنی بیش از حد ترس دارن، بیش از حد ارزش قائل هستن و بیش از حد خود با مشکلات اساسی روبرو ساختن. متاسفانه ما خیلی از افراد داریم که خود بدبخت ساختن، با ده ها مشکل و چالش روبرو ساختن، اما وقتی که برشان راه حل پیشنهاد میشه یا برشان یک راه حل بالاخره در دسترسشان میه، به خاطر از اینکه باش مردم در قبال از یا قضاوت بد نکنه یا ترس دار از قضاوت دیگران، او راه حل اقدام نمیکنه. به طور مثال ما خیلی از افراد داریم که در صنف صحبت نمیکنه، در جامعه صحبت نمیکنه، باش مردم مرا قضاوت نکنه، باش بالای ما به نحوی نخندن و حالا از حرفای ما کدام چیز دیگه برداشت نکنه. در جلسه یا در دفتر ما نمیتونیم خوبتر رابطه برقرار کنیم، خوبتر ابراز نظر کنیم، به خاطر از اینکه ترس داریم مبادا کسی در مورد ما قضاوت بد نکنه، نگویه که چطور با فلان نفر خوب صحبت میکنه، چطور در اینجا هیچ گپ نمیزنه. یعنی همی همیشه حرفای دیگرا هست که ما را بسیار بسته ساخت، بسیار قید ساخت و شرایط بر ما سخت ساخت. مورد دیگه خیلی مهم هست، حتی ما در زندگی خانوادگی خود، در زندگی زن و شوهری خود با ده ها بدبختی و چالش مردم ها هست روبرو هستن، عذاب میبینن، درد میبینن، اما وقتی که برشان شرایط خوب رقم میخوره یا به نحو روانشناسشان یا بالاخره یکی از بزرگایشان برشان توصیه میکنه، خوب اینمی زندگی به هر نحوی که خودت تلاش کردی به یک نتیجه مطلوب نرسیدی، حالا هر گزینه را امتحان کردی، بهتر از هم دیگر جدا شین. اما باز هم ببینین که میگه والا مردم چی میگه، مردم چی قضاوت خواهد کرد، مردم دهن و مردم چی قسم بسته کنیم. همین هسته که ما همیشه روزگار خودم وقت خود در ناخوشی ها، در ناشادی ها سپری کردیم و هیچ ازگاه نتونستیم از زندگی خود آنچنانی که دوست داشتیم لذت ببریم، چون همیشه اساس زندگی ما، فکر ما، دنیای ما همی بود که باش مردم چی میگه، همسایه ما چی میگه، خیش قوم ما چی میگه و به می اساس هیچ گونه نتونستیم زندگی خوب را برای خود رقم بزنیم. واقعا خب استاد، ترس از قضاوت دیگران در زندگی همه ما است، مخصوصا در جامعه سنتی افغانستان که ما شاهدش هستیم. ما خوشی های ما را قربان دیگران کردیم، قوم و خیش بودن، اقارب ما بودن، دوستا بودن، همه مردم در اجتماع بودن. خب حالا به خاطر اینکه بیشتر به خاطر خود زندگی کنیم و چیزی را که ما دوست داریم در زندگی خود بیشتر پیاده بسازیم، چگونه از قضاوت دیگران یعنی ترس و حراس نداشته باشیم و حداقل به خاطر خوشی خود ما زندگی ما رو به پیش ببریم، راهکارهایی که وجود داره؟ اولین موردی که من باورمند است مورا باید مد نظر بگیریم این هست که ما هیچ نمیتونیم، هیچ ازگاهی نمیتونیم فکر دیگران را، دهن دیگران را بسته کنیم یا نگذاریم که دیگران در مورد ما فکر بد کنن، ما دهنشان را بسته کنیم. ما هیچگاه توانایی زیر نداریم. یگانه چیزی که در اختیار ماست، در کنترل ماست، در توانایی ماست که مدیریت کنیم خود ما هستیم.
ما میتونیم فقط خود مدیریت کنیم، خود به خود شکوفایی برسانیم، خود کمک کنیم تا به نحو سطح مهارت ها توانایی های ما بالا برن، نقاط ضعف توانایی خود شناسایی کنیم و او را محدود بسازیم، کمتر بسازیم. اما ای که ما بخوایم یا به نحو تلاش کنیم که فکر دیگران در خبال خود تغییر بدیم، یک تلاش بیهوده است و ما را با مشکلات زیاد روبرو میکنه. البته دلیلی که سبب میشه یک فرد فکر کنه که مردم بسیار مهم است، حرفایشان از دیگر قضاوت دیگر را بترسه، این هست که متاسفانه ما میخواهیم که همگی ما را دوست داشته باشه، همگی ما را بپذیره، همگی ما را تایید کنه، همگی بگه ولی فلانی نفر بسیار گل آدم است، بسیار خوب آدم است و به می خاطر ما خود هر شرایط بد میخواهیم امتحان کنیم، بالای خود بریم تا بم بودا کسی در مورد ما قضاوت بد نکنه. البته باور ما هست که تمام بدبختی های مردم جامعه ما، استرابشان، استرسشانی هسته که خود به تمام وجود نادیده میگیرن به خاطر خوشنود نگه داشتن اطرافیان خود یا به خاطر از اینکه دیگرا بر از این پاسخ مثبت بده زندگی میکنه، به همین خاطر هیچگاه روزگار خوبی نمی داشته باشند. به این اساس اولین نکته که باید مد نظر گرفته شود همان ای هست که ما نمیتونیم فکر دیگرا را، حرف دیگرا را، باور دیگرا را در قبال خود مدیریت کنیم، کنترل کنیم. ما فقط تلاش ما بر بهبودی شخصیت ما، بر خودشکوفایی خود ما باشه، این میتونه گزینه خوب باشه. مورد دیگه که خیلی مهم هست باید از امروز آغاز کنیم این هست که آهسته آهسته خود ما هم در زندگی دیگرا دخالت نکنیم، حرف نزنیم، قضاوت نکنیم دیگرا را. هر فرد می ببینیم وقتی که در یک جامعه یک اتفاق رخ تا در شرایط زندگی ما، در جامعه ما، حتی متوجه میشیم که گاه گاه ناخودآگاه خود ما قضاوت میکنیم، خود ما یک برچسب میگیریم، بالا یک فرد، بالا یک شخص، بالا یک طبقه خاص میکوبیم، در حالی که ایره ما آهسته آهسته جز از شخصیت ما مردم شد متاسفانه. چون همه حرف زدن در قبال مردم، قضاوت کردن در قبال مردم، دخالت کردن در زندگی دیگرا بر ما به نحو یک سرگرمی شده، به نحو حالا اگر ناآگاهانه این کارو نمیکنیم ناخودآگاه برچسب میزنیم، قضاوت میکنیم، علل خصوص خیلی از قضاوت های ما متاسفانه منفی هستند. اگر ما دوست داریم کسی در مورد ما قضاوت بد نکنن، آهسته آهسته می فرهنگ حتی از جامعه ما، از بین ما دور شد، خود ما بیایم از امروز دیگه در مورد کسی قضاوت بد نکنیم، در مورد کسی حرف بد نگوییم و حتی در زندگی دیگران دخالت نکنیم، این میتونه بسیار ما را کمک کنه. مورد دیگر که خیلی مهم است، هر فرد مسئول زندگی خودش است، این ما باید بپذیریم. اگر شرایط ما خوب است خود ما مسئول هستم، اگر شرایط بدم دارم خودم مسئول هستم، نه حرف دیگران در زندگی ما تاثیر داره، نه باور دیگران. اگر ما به این اساس، به این فکر پیش بریم که مسئولیت زندگی ما فقط مربوط ما میشه و هیچ کس تصرفی در اون ندارم، من مطمئن هستم آهسته آهسته همی باورهای دیگر و فکر دیگر را بر ما ارزش پیدا نمیکنه. آخرین موردی که اشاره میکنم بسیار جدی هسته، به زندگی خود باید چسبید، به اهداف خود باید توجه کرد. یعنی شما هیچ گاهی در زندگی نباید از اهدافتان، از تصمیمتان، از زندگیتان به خاطر حرف دیگر و به خاطر قضاوت دیگر دور نشین. ما خیلی از افراد داریم اهداف خود رها کردن به خاطر از اینکه مردم او اهدافشان دوست نداشته، به خاطر که اطرافیانشان بر از او نظر مثبت نمیدادن. اما باور ما هست هر فرد بهتر از دیگران خودم شناسه، توانایی های خودم شناسن، علایق خودم شناسه، به همین خاطر هیچگاه نباید به خاطر قضاوت دیگران، به خاطر حرف مردم، از اهداف خود، از رویاهای خود و از زندگی خود نباید دل سرد شد و دوری کرد. دقیقاً. خب استاد، قسمی که شما اشاره داشتین، واقعا هر فرد اگر در زندگی خود حاکمیت بالای اراده خود داشته باشه و این مهم نباشه که دیگران چه قضاوت میکنه، میتونه موفقانه پیش بره. در شرایط فعلی اگر یک چیز رو میخوای بیان کنی، یعنی همون واقعیت زندگی تست میخوای به یک فردی بگی، میگه او ولی من ایره نمیشناختم، این بسیار دیگر رقم بود. یعنی چی؟ همین چیز است که بسیاری کسا را برش زننده تمام میشه. یا یک فردی که خود کمبین است، اصلا برش بگی که همسر آیندی تک تو به خود انتخاب کردی یا در دوران نامزادی که است این دختر خوبی نیست، یا ایست که یک فرد است که به تو نمیخوان، اصلا خوی عادتش بسیار متفاوت است و این هر چیزی که دلش میخواهم میکنه، انجام میده، حرف تو را نمیشنه. دفعتن اون با یک بارگی تصمیم میگیره که نیمه باید ترک کنم نامزاد خواه، بخاطر که او گپ من نمیشنه. این چقدر میتونه در یک پیوند نامزادی زن و شوهری مشکلات زیاد را ایجاد کنه؟ و قسم که شما گفتین راهکارهای زیادی وجود داره که از این حالت ما بیرو بیاییم، اما بعضی با وجزی که آگاهی هم دارن نمیخواین از ایالت بیرو بیان، فقط میخواین که امو مردم 100% بگه یک آدم خوبی است، در حالی که در درون خودش یک آدم دیگه اینو هفته است که بدیش تمامش به خودش معلوم است، ولی به دیگر را بسیار خود خوب جلوه میتن.
امی فرد را که خودت گفتی همه مردم برش بگه 100% امی نفر خوب است، نفر گل است، نفر مورد تایید قرار بگه، اینمی از این که شریف و نجیب نیست، ایره بپذیرین این نفر مجبور است در هر موقعیتی که میره، در هر جامعه، در هر طبقه که میره با صورت خود یک نقاب بگذاره. هر چقدر که تعداد نقاب زیاد میشه، اما قدر سطح استرس، سطح ناراحتی های روانی نفر بالا میره. یعنی اگر شما تلاش کنید که 100% دیگراستون راضی باشه، اشتباه هست. شما هیچ ازگاه موفق نمیشین. برعلاوه از اینکه موفق نمیشین، خود با بدبختی های روانی و شخصیتی روبرو میشین، چون شما هر چقدر که نقاب میمونید که باش فلانی نفر خوشه، باش فلانی نفر خوشه، با همه قدر شما با همه قدر فشار و تنش روانی روبرو میشین. باور ما این هست خودتان باشین. نیاز نیست که به هر جای رفتین یک نقاب برویتان بگذارین. خود خودتان باشین، آهسته آهسته روی ظرفیت هایتان، روی خودشکوفاییتان کار کنین. به این معنا نیست که ما بگیم خب من خودم هم یک نفر هستم، ویژگی های بدم داشته باشم، اما بگویم خواه سمی استاد گفته که خود خودتان باشی، من همی چیز هستم. اما این اشتباه هست، باور ما این هست خودتان باشین، اما هر روز تلاش کنین که شخصیتتان، ویژگی هایتان رو آهسته آهسته به کمال برسی، میتونه برتان کمک کنه. یک اشتباه بزرگ دیگه ما این هست که رشمی عزیز، ما به خود زندگی نمیکنیم، ما به مردم زندگی میکنیم. به طور مثال ما عطر میزنیم تا دیگرا لذت ببرن، ما لباس میپوشیم تا دیگرا بپسنده خوش کنه، ما رشته تحصیلی را میخوانیم که دیگرا بگه به به عجب رشته تحصیلی را فلان نفر میخوانه، ما حتی ازدواج میکنیم که باش دهن مردم بسته کنیم، حتی متاسفانه صاحب فرزند میشیم که باش مردم در مورد ما قضاوت بد نکنم. و این داستان همه تا آخر عمر امرای ما هست، همه تا ادامه داره. حرف ما این هست، اگر ما به میل خود و خواست خود زندگی میکردیم، شرایط ما نمی بود، خیلی ها خوبتر و خیلی ها قشنگتر و زیباتر می بود. یعنی اگر ما به اساس حرف مردم زندگی خود نمی پیش نمی بردیم، حال شرایط ما بسیار خوب بود. من یک دلیل هم برای همی حرف میگم که مثلا خیلی ها میگه که استاد چطور مثلا به خاطر حرف مردم ازدواج نکنن و رشته تحصیلی را نخوانن. به طور مثال یک نفر به خاطر کاکای خود، به خاطر بچهای کاکای خود، به خاطر همی رقابت های ناسالم که در بین خانواده ها هستن، میره رشته حقوق علوم سیاسی را انتخاب میکنه، یا به خاطر از اینکه مردم برش میگه که ولا اقتصاد خوب باید داره، ولا طب خوب باید داره، این میره به اساس حرف همو چند نفر همو رشته را انتخاب میکنه، بدون از اینکه ظرفیت های خود ببینه، چون این همیشه دنبال حرف مردم بوده. وقتی که این رشته تحصیلی را میخونه، چون علایق از این ظرفیت از رشته را نداره، وقتی فارغ میشه بیکار است. چی کسی بر شما میگه که بیا من تو را صاحب شغل میسازم؟ همون نفره که به گفتش خودت کردی، یا به خاطر تحت تاثیر حرف مردم رفتی، یا همون شخص که گفت اینی رشته را بخوان، او برات میگه بچه‌م تو کار نکن، ما برات 20,000 ماهوار میتم. این کار هیچ کس نمیکنه. یا آنهایی که به خاطر حرف دیگر ازدواج میکنن، به خاطر قضاوت اطرافیانشان ازدواج میکنه، به خاطر از اینکه فلان خیشش، فلان همسایش توصیه کرده که امرا اینی نفر ازدواج کو، ازدواج میکنه. وقتی که بدبخت شد، وقتی که حرفش به محکمه کشید، به طلاق کشید، آیا مو مردم میای، آیا مو افراد میای پالیش استاد میشه که خب تو خب بخاطر حرف ما ازدواج کردی، نه بخاطر که ما قضاوت بد نکنیم ازدواج کردی، حالا اینا ما در کنار هستیم. اصلا این اتفاق رخ نمیده. بیاین ما خود فریب نتیم، ما بیاین بخاطر از این زندگی نکنیم که باشه می اطرافیان ما در مورد ما قضاوت بد نکنه، حرف خوب بزنه و زندگی خود به اساس حرف از اینا رقم بزنیم. هر وضعیت و هر حالت که به مسئولش خود ما هستیم. با این اساس خیلی خوب هسته که دنبال حرف مردم نباشیم، زندگی خود به اساس دیدگاه و باور خود پیش ببریم. دقیقاً حرفای خیلی بجا و درست. اما استاد یک چیزی که مهمتر از همه چیز است، روز گذشته ما با شبانه جان همه میره یادآور شدم، یک فرد قبل از اینکه به ظاهر خود زیبا بسازه، بهتر از باطن خود زیبا بسازه. زمانی که باطن زیبا و قشنگ داشت، همه چیز به اون قشنگی و زیباییش میبینه. ظاهر خود به خود بخوایی نخوایی زیبا میشه، چون با اون قشنگی باطن ظاهر هم قشنگ و زیبا میشه. پس اگر ما کار بالای باطن خود آغاز کنیم، بالای همون حس داخلی درونی خود ببینیم که ما چی حس داریم نسبت به خود، او بهترین جا هست. ممنون شما استاد از اینکه تشریف آوردین، حرفای خیلی زیبا، همیشه حرفایی که واقعا به قلب چنگ میزنه و خوشایند است. شما سلامت باشید. زنده و سلامت باشید. ممنونتون.